سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء و المرسلین افضل السفراء والمقربين ابو القاسم مصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا ومقتدانا علي ابن ابي طالب صلوات الله عليه و سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه علی اعداء الله من الان الی لقاء یوم الدین. هدیه به پیشگاه نورانی و تابناک مولای متقیان امیر مؤمنان و شهید رمضان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، صلوات عنایت بفرمایید. سال روز شهادت آن امام بزرگ و پیشوا و مولای متقیان رو به محضر فرزندش صاحب العصر و زمان و شما حضار گرامی، شما دلدادگان و عاشقان به مکتب علوی و رهروان طریق پاکی و هدایت تسلیت عرض می کنم. امیدان که در مثل امشبی ما بتونیم اونجا چنان که باید از معارف علوی و آموزه‌های دینی خوشه برگیریم. خداوند انشاءالله در این شب قدر این توفیق رو به ما بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مثل شب 19 ماه مبارک من از شما تقاضا دارم که قدر این شب قدر رو بیشتر بدانیم، برای لحظه لحظه و ثانیه و ثانیهش برنامه داشته باشیم و همونطور که در این جلسه شرف حضور دارید و نشستید، زبانتون رو و روحتون رو و ذهنتون رو مطهر کنید و از کاری که مخصوص امشب هست وارد شده، هرچند که به فرمایش مرحوم شیخ عباس قمی که از شیخ صدوق نقل میکنه در مفاتیح الجنان میفرماید در شب قدر بالاترین اعمال، اگر بخوایم با فضیلت ترین کار رو و با فضیلت ترین عمل رو ازش یاد بکنیم نام ببریم چه خواهد بود، ایشون میفرماید با فضیلت ترین کار بحث علمی و مذاکره علمی است. بی راه هم نیست، چه این که اگر فرمود روزها به روزه و شبها به عبادت باشه ولی در انتهاش ندونه چرا این کار رو انجام میده و معرفتی پشتش نباشه شاید بهره چندانی هم نداشته باشه. امید این که ما در مثل امشب هم اون عمل رو داشته باشیم و همون معرفت رو. صلوات عنایت بفرمایید. امشب رو ما احیا می داریم. احیا یعنی چی؟ میگن شب قدر رو شیعه ها شب احیا نام میگذارن. احیای چه؟ یه فهم متعارف و قدیمی هست، میگن که احیا یعنی بیدار بشینیم، یعنی من از آغاز
افطار تا به سحر در شب قدر بیدار بشینم. صرف این بیدار نشستن اسمش باشه احیا. آیا این هست اون شب قدری که برابری میکنه با هزار ماه، 83 سال و بیشتر، یا نه؟ چه چیزی رو، اگر این نیست، چه چیزی رو احیا یعنی زنده کردن، چه چیزی رو قرار ما امشب زنده بکنیم؟ مگر آدمی توان زنده کردن چیزی رو داره؟ چند شبی نگذشته از اون بحثی که داشتیم که خدا به انسان یکی از بالاترین نعمتهایی که بخشیده نعمت حیاته. و جالب اینجاست که او رو در همین قرآن به نام محیی میشناسه. محیی کسیه که حیات بخشه. فرمود و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگه یه نفر، یه آدم رو بتونی زنده بکنی، انگار کل خلق روی زمین رو و تمام مردم رو زنده کردی. من امشب از خودم انتظار این رو ندارم که بیام تمام خلق زمین رو زنده بکنم. من اگر امشب شب قدری بتونم خودم رو احیا بکنم، خیلی هنر کردم. اگر شب قدر احیا باشه، احیای خود من از همه واجب تره. چرا که اگر من خودم مرده باشم، توان احیای کسی دیگری رو نخواهم داشت. لذا امشب، مثل امشبی، احیا یعنی زنده کردن. این رو اگر دقت بکنیم یه مقدار بشکافیمش، خیلی مطلب از توش در میاد ها. یعنی خدا به انسان میگه شما قدرت احیا داری، زنده کردن داری، اونم احیای وجود خودت، انسان رو زنده بکنه. خودت احیاگر خودت باشی، یه تایم مخصوص گذاشته مثل شب قدر، احیا بدار، خودت رو زنده بکن. اومانیسم در اون مراتب بالاش هست، انسان برای زنده بودن و زنده کردن انسان. اگر از این زاویه به شب قدر نگاه بکنیم، اون نگاه صرفاً نماز و روزه و عبادی به کنار، سر جای خودش، حتی اگر انسان مدارانه هم نگاه بکنیم، امشب خیلی شب بزرگی خواهد بود. میگید نه، این مطلب بعدی رو من خدمتون تقدیم میکنم. صلوات عنایت بفرمایید. ما آدم ها در زندگیمون دنبال سودیم، منفعت. انسان اگر بگه من دنبال سود و منفعت نیستم، هم اشتباه میگه و هم بقیه میگن بایستی به عقل این آقا شک کرد. چون عقل و عقلا میگن آدم باید دنبال منفعت باشه، سود. اون هم چه سودی؟ هرچه بیشتر بهتر. دیدید بعضی ها وارد یه بزنس، یه کاری که میشن، میگن ما دوست داریم سود هرچه بیشتر و بهتر، از بقیه هم جلو بزنیم. به یه تعبیری اون مسئله معروف، راه 100 ساله رو در چه مسافتی و چه زمانی طی بکنیم؟ در یک شب. میگه راه 100 ساله رو به یک شب طی کرد. اگر بخوایم صرفاً سودگرایانه و منفعت طلبانه به این قضیه نگاه بکنیم، امشب شب خوبیه برای این کار، برای این حس انسانی. چرا؟ 2 ویژگی خیلی عمده داره امشب. 1، زمانش زمان خیلی خاصیه. دیدید شما، حالا اونایی که در بزنس و تجارت هستن بیشتر از من میتونن، در هر کالایی، هر جنسی، هر
محصولی یه تایم خاصی داره، یه زمان خاصی داره، میگن این زمان اگر شما اوج کار شماست، اگر تو این زمان کاری انجام دادی تمام، و الا بعدش دیگه باید بشینی تا دوباره اون زمان برگرده. برای بعضی چیزا اصلا بر نمیگرده دوباره اون. ما در این ماه مبارک رمضان و در این شب قدر این تایم مخصوص رو داریم برای چه محصولی، چه چیزی قرار واگذار بشه و ما به سود و منفعت برسیم. امشب کارای من و شما رو به تعبیر آموزه‌های دینیمون، اعمال من و شما رو می‌خرند. یه کسی است آمده بگه آقا بنده من، فلانی، خانم فلانی، آقای فلانی، هر کیم هستی، فرقی هم نمی‌کنه، من حاضرم کاراتو هر چی که باشه امشبه بخرم. ادعاش اینه، این تایم تایم خاصیه، فرق میکنه. الان اوج این بازار و مارکت عمل ماست. چرا الان اوجشه؟ میگه چون امشب یه شب خاصیه، من اسمشو گذاشتم شب قدر، و در این شب قدر من حاضرم عمل شما رو و کار شما رو برابری بدم با هزار ماه. یک شب تایم افطار تا سحر 6 ساعت و شاید خورده ای، اما میگه من حاضرم چندین برابر بخرم. چند برابر میخره؟ فرمود امام صادق علیه السلام این معنای شب قدر رو برابریش با هزار ماه فرمود، یعنی هر کاری شما انجام بدی، هر عملی انجام بدی در این شب قدر معادل هزار ماه از روزها و ایام دیگه سال هست که شب قدر ما اونجا نداریم. یه شب میشه معادل چند شب؟ شما بگید، ریاضیاتون خوبه. چند شب؟ هزار ماه، هر ماه اوریج اگه بگیریم چند روز؟ 30 روز مثلا. یک شب معادل چند شب؟ 83 سال، قبول. چند شب؟ 30,000 شب. ها، هزار ماه، هر ماه هم 30 روز دیگه، یعنی یه شب رو، عمل یک تایم رو، یک روز رو 30,000 برابر از ما میخره. 30,000 برابر. کی حاضره یه همچه معاملی رو رها کنه بره دنبال یه چیزی دیگه؟ اگر سود جویانه به قضیه نگاه بکنیم، اگر منفعت طلبانه به قضیه نگاه بکنیم، نکته بعد خریدارش کیه؟ صلوات یا ند بفرمایید. خریدار این بزنس و این تجارت و محصول من و شما امشب، عمل من و شما امشب، اون کسیه که ما در این دعای شریف جوشن کبیر او رو اینجوری خطاب میکنیم که یا حبیب من لا حبیب له، یا طبیب من لا طبیب له، یا مجیب من لا مجیب له، یا رفیق من لا رفیق له. شما بیشتر از من واردید به این فرازها و دعاها. چی میگه؟ ما خدا رو چی صدا میکنیم در مثل امشب؟ میگیم ای خدایی که حبیب به معنای دوست، ای خدایی که اگه این بنده تو هیچ کسو نداشته باشه، هیچ دوستی نداشته باشه، بازم یکی هست که دستشو بگیره در اون لحظه تنهایی. باور نمی کنید اگر
نمیخوام حالا خاطرتون مکدر بشه، ولی ما آدمها محتوم و مجبور به این هستیم. ببینید دوروبریای خودتون، کسایی که از دنیا میرن میذاردش توی سینه قبر، عزیزترین افرادش فکر نمی کنم یه روز دو روز بیشتر سر بزنن و باشن اونجا. بعضی سنت های قدیمی هفت شبانه روز مثلا، ولی بیشتر از اون نه. یا حبیبم الله حبیب له، یا طبیبم الله طبیب له، تا میرسه به اینجا با اینجاش کار دارم. ما دوستا و رفقای زیادی ممکنه داشته باشیم، ولی کدوم یکیش ممکنه که تا اون لحظه آخر دیگه همه چیز خودش رو بده به خاطر ما، پای ما وایسته همه جوره. دیدید بعضی پشت این ماشینا بنویسن رفیق بی کلک مادر، رفیق بی کلک برادر پدر. میگه در اون روایت فرمود خدای متعال به اون ولی خودش که فلانی رحمت و شفقت 100 لول و مرحله اگر داشته باشه، من یه مرتبه و یه لولشو دادم به اون مادری که برای بچهش دلسوزی و شفقت داره. 99 لول و مرتبه از رحمت و شفقت مال خود من خداست، پیش خودمه. ببینید یه مادر چقدر فرزندش رو دوست داره، 100 برابر، صدها برابر اون خدا نسبت به بندش اونجور رفاقت داره. اون رفیق بی کلکی که غلغشی نداره، دیشب عرض کردم همه جاها باهات هست، هر جا تایم خاصی نداره، شما اراده بکن او هست. تعصب نداره، غرض ورزی نداره، زیر پا رو خالی نمی کنه. از شما میپرسم، انصافه که یه همچه مشتری رو آدم امشب رها کنه و بپردازه به یه کار دیگه؟ خب الحمدلله شما و این جمع توفیق دارید در این شهر، در این دیار، در این جایی که بسیاری از مردمانش نه به این مفاهیم و نه این آموزه‌ها خبری دارند و ممکنه در همین ساعت به هزار و یک کار دیگه مشغول باشن. این مقدار توفیق دارید و در این جلسه حضور دارید، الحمدلله. اما تا اینجا که اومدیم بعد از اینش کاری نداره. یک یا علی لازمه و یک دل رو رها کردن به سمت او تا دست ما رو بگیره، که فرمود لازم نیست اگر در این خانه بیای کار زیادی انجام بدی، تو فقط بخواه، تو بخواه و از ما اجابت. صلوات عنایت بفرمایید. و اما قدری در رابطه با شهید امشب صحبت کنیم، شهید رمضان علی، اون بزرگ مردی که تاریخ هنوز که هنوزه نسبت به او و به نسبت به کار او و شخصیت او هنوز در حیرت است. صلوات عنایت بفرمایید. اون بزرگ مرد میدان عمل، اون آقایی که شما میبینید از یک طرف این نهج البلاغه را اگر باز بکنیم در خطبه‌های مختلف، یکیش یه نمونهش مثلا اینه، در بلاغت و فصاحت حضرت آمده گفته آقا یه خطبه بخون برا من نقطه نداشته باشه، در آن در لحظه خطبه میخواند یک کلمه شما پیدا نمیکنید نقطه داشته باشه در فصاحت و بلاغت. و یا میبینید در اون خطبه دیگه، خواهشم اینه که نگاه بکنید خطبه 91، اینطور میفرماید
جعل شمسه ها در خلقت آفرینش دارن صحبت میکنن حضرت. جعل شمسه ها آیتن مبصرتن لنهاره ها و قمره ها آیتن ممهوتن من لیله ها تا به اینجا میرسه. و قدر سیره هما فی مدارج درجت هما. کیه که اون زمان 1300 اندی سال قبل بیاد در رابطه با خورشید و شمس و قمر و مدارها و حرکت خورشید و قمر صحبت بکنه؟ قبول دارید یک بخش زیادی از تنهایی علی علیه السلام این بوده که اینها رو به کی بگه؟ و جالب اونجاست و سوگمندانه اون لحظه‌ای که میاد میگه سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از اونی که من علی رو از دست بدیم. تنها سوالی که هست سوال از تعداد موهای سرم. و بیشمار و بیشمار در این نهج البلاغه شما میبینید عظمت علمی علی علیه السلام رو که در جای جای نهج البلاغه خودش رو نشان میده. این یک طرف، این علی است بزرگ میدان علم. و از طرف دیگه میبینید همین آقا شب هنگام که میشه در این کوچه پس کوچه های شهر قدم زنان و کیسه بردوش در خانه یکایک اون یتیم ها و فقرایی که تا امشب نمیدونستن کی بود، کدوم آقا بود. شما را به خدا نگاه بکنید، بزرگ و رئیس جمهوری مملکتی بخواد بره در یه جای یه کار عام المنفع و خیری انجام بده، انواع و اقسام دوربین ها و خبرنگارها و خبرگزاری ها. یه کسی مثل علی وقتی میخواد کمک بکنه مخفیانه، شبانه. و یا اون هنگامی که با خودش تنها میشه سر در چاه فرو میبره. بیراه نیست که تنها همدل و همزبان علی شده چاه. و یا ناله های علی اونجا که میگه ظلمت نفسی. یا علی تو چه کردی که میگی ظلمت نفسی؟ تو اگر بگی ظلمت نفسی ما چه بگیم؟ مثل امشبی علی در بستر شهادت آرمیده. یه لحظه من خواهشم اینه این مرغ دل رو رها بکنیم بره در خانه علی، اونجایی که آقا آرمیده. یه طرف حسن نشسته است و یه طرف حسین است و لختی آن طرفتر زینبین. همه منتظرن ببینن تا طبیب چه تجویزی و چه نظری برای علی داره. بریم در خانه علی، کنار بستر علی. میگن طبیب آمد نگاهی کرد به زخم آقا، صورت تمام زرد شده، دستمالی که نقل روی سر حضرت گذاشتن زرد رنگ، دستمال و صورت به یک رنگ در آمده. میگن اون لحظه طبیب سفارش شیر داد، برای آقا شیر خوبه، برای علی شیر مفید. امشب عزیز دلم همه من و شما رو به فیض میرسونن. فقط یک لحظه میخواییم بریم کنار این بستر. دور شمع پیکرت گردیدم خاکسترت، دور شمع پیکرت گردیدم خاکسترت، ای به قربان تو و این رنگ زردت. از نفسهای بلندت میل رفتن میچکد یا علی، از نفسهای بلندت میل رفتن میچکد. حق بده امشب بمیرم در کنار بسترت. حیف شد از آن همه دلواپسی کودکان،
کاسه های شیر مانده روی دست دخترت. شنیدید تا شنیدن بچه ها و یتیمای کوفه که علی نیاز به شیر داره، یکایک آمدن جلوی در خانه علی علیه السلام کاسه شیر به دست. یا علی جان، ما امشب کاسه شیر نداریم ولی با کاسه اشک آمدیم. ما با اشکامون امشب آمدیم تو رو یاری کنیم. بسیاری از این کاسه های شیر استفاده نشد امشب و علی از میان رفت. اما من میخوام همینجا یه گریزی بزنم و از این کاسه شیر شما رو ببرم به اون جایی که همه من و شما نامش رو که میشنویم دل ما منقلب میشه. میخوایم بگیم یا علی جان، کاش که یکی از این کاسه های شیر کربلا می بود برای اون شش ماهی که هرچقدر گریه کرد و تلزی کرد، نه شیر، نه یه قطر آب، نه خبری نیست. آمدن صدا زدن ابا عبدالله رو، علی اصغر گریه میکنه. آورد علی رو مقابل لشکر بگیره، یه لحظه ببینه صدای این بچه دیگه قطع شد. من الازن الى الازن صلی الله علیک یا مظلوم، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.